أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، از عذاب پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی است. روزی که آن را می‌بینید آنچنان وحشت سراپای همه را فرا می‌گیرد که هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش را فراموش می‌کند و هر بارداری جنین خود را بر زمین می‌نهد و مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است. گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را برگردن نهد به طور مسلم گمراهش میسازد و به آتش سوزان راه نماییش میکند. ای مردم، اگر در رستاخیز شک دارید به این نکته توجه کنید که ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از مزغه، چیزی شبیه گوشت جویده شده که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل، تا برای شما روشن سازیم که بر هر چیز قادریم و جنینهایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم و آنچه را بخواهیم ساقط می کنیم. بعد شما را به صورت طفل بیرون می آوریم. سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خیش برسید. در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی آنقدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند، آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیزی نمی دانند. از سوی دیگر زمین را در فصل زمستان خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می فرستیم به حرکت در می آید و می روید و از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند. این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست، و اینکه رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست، و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می کند. گروهی از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره خدا مجادله می کنند. ها، با تکبر و بی‌اعتنایی نسبت به سخنان الهی می خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند. برای آنان در دنیا رسوایی است و در قیامت عذاب سوزان به آنها می چشانیم و به آنان می گوییم این در برابر چیزی است که دستهایتان از پیش برای شما فرستاده و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند. از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان می پرستد و ایمان قلبیش بسیار ضعیف است، همین که دنیا به او رو کند و نفع و خیری به او برسد حالت اطمینان پیدا می کند، اما اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد دگرگون می شود و به کفر رو می آورد. به این ترتیب هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را، و این همان خسران و زیان آشکار است. او جز خدا کسی را می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودی. این همان گمراهی بسیار عمیق است. او کسی را می خواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است. چه بد مولا و یاوری و چه بد مونس و معاشری. خداوند
کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است. آری خدا هر چه را اراده کند انجام می دهد. هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند. ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود. ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند؟ این گونه ما آن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. مسلماً کسانی که ایمان آورده اند و یهود و سابعان، ستاره پرستان و نصارا و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می کند و حق را از باطل جدا می سازد. خداوند بر هر چیز گواه و از همه چیز آگاه است. آیا ندیدی که تمام کسانی که در آسمانها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده می کنند؟ و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم، اما بسیاری عبا دارند و فرمان عذاب درباره آنان حتمی است و هر کس را خدا خار کند کسی او را گرامی نخواهد داشت. خداوند هر کار را بخواهد و صلاح بداند انجام می دهد. اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند، لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می شود، چنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوستهایشان، و برای آنان گرزهایی از آهن سوزان است. آه بخواهند از غم و اندوهای دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز می گردانند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را. خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند و در آنجا لباسهایشان از حریر است و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راهنمایی می گردند. کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم برابر قرار دادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی می کنند یا از نقاط دور وارد می شوند، مستحق عذابی دردناکند. و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابی دردناک به او می چشانیم. باطر بیاور زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم تا خانه را بنا کند و به او گفتیم چیزی را همتای من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان از آلودگی بت‌ها و از هر گونه آلودگی پاک ساز و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. شاهد منافع گوناگون خیش در این برنامه حیات بخش باشند و در ایام معینی نام خدا را
بر چهار پایانی که به آنان داده است به هنگام قربانی کردن ببرند. پس از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید. سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف کنند. مناسک حج این است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است. و چهار پایان برای شما حلال شده مگر آنچه ممنوع بودنش بر شما خوانده می شود. از بت‌های پلید اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزید. برنامه و مناسک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشد. هیچ گونه همتایی برای او قائل نشوید و هر کس همتایی برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان در وسط هوا او را می رو بایند و یا تند باد او را به جای دور دستی پرتاب می کند. این است مناسک حج و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد این کار نشانه تقوای دل هاست. در آن حیوانات قربانی منافعی برای شماست تا زمان معینی روز ذبح آنها. سپس محل آن خانه قدیمی و گرامی کعبه است. برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را به هنگام قربانی بر چهار پایانی که به آنان روزی داده ایم ببرند. و خدای شما معبود واحدی است. در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را. همانها که چون نام خدا برده می شود دلهایشان پر از خوف پروردگار می گردد و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به آنان می رسد و آنها که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. و شترهای چاق و فربه را در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. در آنها برای شما خیر و برکت است. نام خدا را هنگام قربانی کردن در حالی که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت و جان دادند از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید. این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را به جا آورید. نه گوشتها و نه خونهای آنها هرگز به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر آنکه شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید و بشارت ده نیکوکاران را. خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست. همانها که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند جز این که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد. و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. همان کسانی که هرگاه در زمین
به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست. اگر تو را تکذیب کنند امر تازه ای نیست. پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین قوم شعیب و نیز موسی از سوی فرعونیان تکذیب شد. اما من به کافران مهلت دادم سپس آنها را مجازات کردم. دیدی چگونه عمل آنها را انکار نمودم و چگونه به آنان پاسخ گفتم؟ بسیار شهرها و آبادیهایی که آنها را نابود و هلاک کردیم در حالی که مردمش ستمگر بودند، به گونه ای که بر سقف‌های خود فرو ریخت. نخست سقف‌ها ویران گشت و بعد دیوارها بر روی سقف‌ها. و چه بسیار چاه پر آب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع. آیا آنان در زمین سیر نکردند تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؟ یا گوشهای شنوایی که با آن ندای حق را بشنوند؟ چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شود. آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می کنند در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد و یک روز نزد پروردگارت همانند هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید. چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند، سپس آنها را مجازات کردم و بازگشت تنها به سوی من است. بگو ای مردم، من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند آمرزش و روزی پرارزشی برای آنهاست و آنها که در محو آیات ما تلاش کردند و چنین میپنداشتند که میتوانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب دوزخند. هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو میکرد و طرحی برای پیش برد اهداف الهی خود میریخت شیطان القاعاتی در آن میکرد، اما خداوند القاعات شیطان را از میان میبرد، سپس آیات خود را استحکام میبخشید و خداوند علیم و حکیم است. هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است و آنها که سنگ دلند و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفتند. و نیز هدف این بود که آگاهان بدانند این حقی است از سوی پروردگارت و در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد. و خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم هدایت می کند. کافران همواره درباره قرآن در شک هستند تا آنکه روز قیامت به طور ناگهانی فرا رسد یا عذاب روز عقیم، روزی که قادر بر جبران گذشته نیستند، به سراغشان آید. حکومت و فرمان روایی در آن روز از آن خداست و میان آنها داوری می کند. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پر نعمت بهشتند و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب خار کننده ای برای آنهاست. و کسانی که
در راه خدا هجرت کردند، سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند، خداوند به آنها روزی نیکویی می دهد که او بهترین روزی دهندگان است. خداوند آنان را در محلی وارد می کند که از آن خوشنود خواهند بود و خداوند دانا و بردبار است. آری مطلب چنین است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند، سپس مورد تعدی قرار گیرد، خدا او را یاری خواهد کرد. یقیناً خداوند بخشنده و آمرزنده است. این وعده نصرت الهی به خاطر آن است که او بر هر چیز قادر است. خداوندی که شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خداوند شنوا و بیناست. این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه را غیر از او می خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است. آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین بر اثر آن سرسبز و خرم می گردد؟ و خداوند لطیف و آگاه است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بی نیاز و شایسته هر گونه ستایش است. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرد و نیز کشتی هایی را که به فرمان او بر صفحه اقیانوس ها حرکت می کنند و آسمان کرات و سنگ های آسمانی را نگه می دارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است و او کسی است که شما را زنده کرد، سپس می میراند، بار دیگر زنده می کند. اما این انسان بسیار ناسپاس است. برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را در پیشگاه خدا انجام دهند، پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند. به سوی پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داری و راه راست همین است که تو می پویی. اگر آنان با تو به جدال برخیزند بگو خدا از کارهایی که شما انجام می دهید آگاه تر است. خداوند در روز قیامت میان شما در آنچه اختلاف می کردید داوری می کند. یا نمی دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند؟ همه اینها در کتابی ثبت است، همان کتاب علم بی پایان پروردگار، و این بر خداوند آسان است. آنها غیر از خداوند چیزهایی را می پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و چیزهایی را که علم و آگاهی به آن ندارند و برای ستمگران یاور و راه نمایی نیست. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می کنی، آنچنان که نزدیک است برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها می خوانند حمله کنند. بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم؟ همان آتش سوزنده که خدا به کافران وعده داده و بد سرانجامی است. ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان. خدا را آنگونه که باید بشناسند نشناختند. خداوند
قوی و شکست ناپذیر است. خداوند از فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و همچنین از مردم. خداوند شنوا و بیناست. آنچه را در پیش روی آنها و پشت سر آنهاست می‌داند و همه امور به سوی خدا بازگردانده می‌شود. کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید. در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید. او شما را برگزید و در دین اسلام کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد. از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید. خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب و چه یاور شایسته‌ای.